یک پیامی به دست من رسیده. صاحب پیام خودشو معرفی نکرده ولی قسم یاد کرده که این پیامش دروغ نیست، خوابی که دیده حقیقته. من این پیام برای شما میخونم، کافیه. اگر کسی عبرت گرفت گرفت، اگر کسی میخواد هدایت بشه بشه، هدایت دست الله هست. این پیامی که یک برادر مسلمانی جوان 21 ساله فرستاده، از خوابی که درباره دوستش که به خاطر همین اینستاگرام در عذاب قبر گرفتار بوده و قسم یاد کرده، الله را شاهد گرفته و قسم یاد کرده که من الله را شاهد میگیرم که من دروغ نمیگم. و چیز عجیبی نیست، واقعیته. این پیام گوش بکنید. من این پیام فقط میخونم، دیگه هر کی میخواد عبرت بگیره. حالا برید گناهاتون، گناهان جاریه خودتون را در همین شب با شنیدن این پیام برید پستاتون حذف بکنید. هر عکسی که در آن الله راضی نیست، هر کلیپ ترانه، هر عکس زن و زشت و زننده، هر پیام زشتی، هر پیام خلاف شرعی، هر کلیپ نادرستی که الله راضی نیست، با شنیدن این پیام و این خوابی که برادر مسلمانی ده در درباره دوستش، اگر حذف نکردی بعد از مرگت خودت دچار این خواب میشی، دچار این بلا میشی. خوب گوش بکن. میگه من جوان 21 ساله هستم. من اعلان میکنم، این کسی که نامه نوشته، پیام داده، پیام نوشته پخش کرده، خودش قسم یاد کرده، الله را شاهد گرفته، ما طبق قسم او به حرفش اعتماد میکنیم. میگه دوست من فوت میکنه چند ماه قبل در حادثه ماشین، در تصادفی. الله را رحمت بکند، انسان خوبی بود، خوش اخلاقی بود، کسی نبود او را دوست نداشت. همه از حسن اخلاقش و کرمش و شهامتش تعریف میکردن، همه از دست دادنش ناراحت شدن، برای همه غیر قابل باور کردنی بود، کسی باور نمیکرد به این زودی یک جوان بره. بعد از مرگش، میگه بعد از چند هفته، کابوس های من میدیدم که این در قبر داره عذاب میبینه، میسوزه. والله العظیم، خوب گوش کنید، داری قسم میخوره، والله العظیم، میگه من تو خواب، از این خواب وحشتناک و کابوس، خواب از چشم من حرام میشد، من میترسیدم، از خواب بلند میشدم، نمیدونستم که جریان چیه. میگه صداش، آوازش، ناله هایی که طلب کمک میکرد، از عذابی که بر او وارد میشد، اینقدر ترسناک بود که اصلا تصورش نمیتونم بکنم. میگه همیشه در بعد از بیداری، در بیداری هم خواب تکرار میشد، تو ذهنم میومد. همیشه میرفتم صدقه میدادم، دعا میکردم در وقت اذان اقامت، شاید الله عذابش کم بکنه، ولی هیچ فایده نداشت. هر روز عذابش بیشتر میشد و خواب من، کابوسم وحشتناکتر میشد. خواب میدیدم که از گوشش و دهانش و زیر ناخنش خون و چرکین خارج میشه، منظره ای که امکان نداره من فراموش بکنم. از خواب بیزار شدم، خواب را ترس، از ترس این کابوس ها دیگه می ترسیدم بخوابم، که این منظره حتی در بیداری هم تکرار می شد. نمی دونستم کاری بکنم، فقط دعا می کردم، صدقه می دادم، پیش چند شیخ رفتم، مفسر احلام رفتم تا خواب من را تفسیر بکنن، اما من بازم از تفسیر خواب اونها راحت نبودم، قانع نشده بودم. آرزو می کردم کاش که این خواب ها یک خوابی باشه، فقط یک خواب بیهودهی باشه، این کابوس تمام بشه و کاش این در قبرش واقعا عذاب نمیبینه. این آرزوی من بود، عذاب نبینه. خلاصه بعد از چند روز دوباره خواب برگشت. دوتا انسان بزرگ با جسم سنگین بزرگ او را میکشیدن در یک جایی بسیار دور که همه جمجمه ها ریخته و مردم دارن عذاب میبینن، اون هم با اونها عذاب میبینه. در گوشش یک چیزی مانند جرم، مانند خونین چرکین میریختن، الله شما را حفظ بکنه، که از این گوش میریختن از گوش دیگه بیرون میرفت، بلکه به این اندازه کفایت نمی کردن، سیخ آهنی داغ از گوشش وارد می کردن، در گوش دیگهش خارج می شد. دستش داغ و دستش کلن از عذاب و آتش بر دستش کلن علامتش مشخص بود که خیلی عذاب داده بودنش. و الله را گواه می گیرم، گوش بکن، میگه الله را شاهد می گیرم، گواه می گیرم که من هرچی میگم درست، این خوابم، این واقعا در خواب می بود. سوال کردم که فلانی چی شده؟ چرا این همه عذاب؟ تو که انسان خوبی بودی، تو که با پدر مادرت خوب بودی، تو که نماز میخوندی، چه گناهی کردی که مستحق این همه عذاب هستی؟ چه گناه بزرگی مرتکب شدی؟ بگو. بالاخره بعد از مدتی جواب داد،
گفت که ترانه ترانه ها ترانه ها فلانی ترانه ها ترانه ها. از روزی که در قبرم گذاشته شدم من عذاب میبینم، قبرم گودال آتش شده به سبب ترانه ها و گناهان جاریهی که بعد از مرگ من میاد. من یک روز خواب استراحت نداشتم، در قبرم راحتی ندارم، همش عذاب است و عذاب است. در گوش من از مواد مذاب و چرکین و آب داغ و چیزها میریزن، دستانم را میسوزنن، روز شب دارن عذاب منو عذاب میدن به خاطر این گناهانی که من کردم، گناهان جاریهی که برای خودم جمع کردم. میگه من فقط این از کلام او، از حرف او، این فقط یادم میاد. و بعد دوباره دیدم ملائکه رو میکشن، او رو میکشن عذابش بدن. الله را شاهد میگرم که من دروغ نمیگم، شکلش خیلی وحشتناک بود، خیلی شکل وحشتناکی، آوازش، ناله های دردناکش خیلی دردآور بود. این کابوس حتی در بیداری مرا ترک نمیکرد. فهمیدم که سبب همه این عذابش اون ترانه هاست، اما نفهمیدم منظورش چیه، که گناهان جاریه چیه. تو فکر بودم خدایا چه کار کنم، هر چی فکر میکردم در ذهنم مشغول بودم، این در این خواب از ذهن من پاک نمیشد. یاد اومد که دوست من در سال 2014 یک اینستاگرام، یک حسابی باز کرده بود برای خودش، که در اون اینستاگرامش کلیپ های ترانه و کلیپ های نمیدونم ترانه و موسیقی و این کلیپ ها میگذاشت. رفتم دنبال حسابش پیدا کردم، اما فکر کردم، گفتم آیا فقط این سبب عذابش همینه؟ نگاه کردم که در زیر کلیپ های ترانه و این کلیپ های مبتذلی که میذاشته مردم میان لایک میکنن، تعداد لایک ها داره میره بالا، فالوورزش داره بالا میره و این بنده خدا فوت کرده، اونها هیچ کدوم نمیدونن که فوت کرده. روز به روز داره کسانی که دارن کلیپ ها نگاه میکنن، تماشاگرها داره زیاد میشه، فالوورز زیاد میشه، لایک ها بیشتر میشه و اون در قبرش خوابیده. دلم درد اومد، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. از این همه انسانهایی که دارن فالوش میکنن، از این گناهی که در پروندهش ضبط میشه، فهمیدم کلمه‌ای که داره تکرار میکرد گناه جاریه، گناه جاریه. حیران شدم چه کار کنم، من که نمیتونم، پاسورد بلد نیستم، ایمیلش نمیدونم. خیلی به فکر رفتم خدایا چه کار کنم. اینقدر سه روز با خودم فکر کردم تا بالاخره الله در ذهن من آورد که من برم یک کسی که متخصص هکره که حساب رو هک میکنه پیدا کردم. رفتم باهاش صحبت کردم، در مقابل مبلغی حسابی رو هک میکنن. وقتی از داستان دوستم شنید گفت من به خاطر الله اون حسابش رو پاک میکنم، حذف میکنم. 24 ساعت نشد که اون هکر اومد حسابش رو هک کرد، تمام پستاش پاک کرد. و من سجده شکر کردم، دعا کردم، در سجده از الله دعا کردم که خدای او رو معاف کن، او رو ببخش، اشتباهی کرده، تا از این کابوس وحشتناک من نجات پیدا کردم. همین چیز باعث شد که من تمام ترانه ها رو پاک کردم در فایلم، در پیجم، ترانه و موسیقی رو ترک کردم، توبه کردم، به سوی الله برگشتم. درس عبرتی شد برای من.